خبر امروز مهور نیازی. سلام، صبحتون بخیر. امروز 28 مهر ما مصادف با روز دوشنبه تاریخ 19 اکتبر بخاری روشن کردیم. این مگسی که همیشه تو ویدیو میاد خیلی سرحال شده. امیدوارم روز بسیار خوبی داشته باشین. با خبر امروز که نگاهی بر سرتیتر اخبار در حوزه تکنولوژی در 24 ساعت تا 48 ساعته گذشته است، میخوام روزتون رو سرحال بیارم. قبل از شروع خوشحال میشم دکمه سابسکرایب رو بزنید، روی زنگوله ضربه بزنید، گزینه آل رو انتخاب بکنید، چرا که هر روز هر شب گاهن عصرها هم ویدیو دارم، دوست ندارم اونا رو از دست بدید. شما که سابسکرایب نمی‌کنید قطعا خودتون دوست دارین از دست بدید به ماچ. اما دم همه اونایی گرم که پای ویدیو لایکشون رو میذارن و کامنتشون رو مینویسن، حالا میخواد نظر باشه چه مثبت چه منفی، گزارش بدن تو چه موقعیتی دارن ویدیو رو میبینن، کلاس پیچوندن، خواهشن نپیچونید، تو محل کارن، تو مسیر سر کارن، تو راه برگشت بخونن، تو رخت خوابن، پای میز صبحونه هستن، هر جا هستید امیدوارم سر حال و قبراق و موفق باشین. و اما قبل از شروع با جرعه آب گرم صبحمون رو آغاز میکنیم. بابا بریم سراغ خبر اول. مشخصات کامل هواوی میت 40 پرو تنها چند روز قبل از معرفی رسمی مشخص شد. البته این چیز جدیدی نیست و همه گوشی ها هر ساله همین اتفاق براشون میفته، خصوصا برندهای چینی. هواوی دو تا پرچمدار در سال معرفی میکنه، یکی در سری میت، یکی در سری پی. سری پی رو معرفی کرد با نام پی 40 و اما امسال نوبت میت 40 هست. اما در سری میت 40 که در تاریخ 22 اکتبر یعنی فقط 3 روز دیگه معرفی میشه، دو گوشی عرضه خواهد شد، میت 40 و میت 40 پرو، که در نوک حمله میت 40 پرو قرار داره با قامتی بلند که میتونه ضربه های ارسال شده از جناحین رو با سر جواب بده. نمایشگر قول پیکر این گوشی 6.76 اینچه در یک رزولوشن پیچیده 1344 در 2722. اگر اشتباه نکنم این رزولوشن 2K میشه. نمایشگر فول اچ دی نیست و 2K، البته 4K هم نیست. طراحی نمایشگر از اطراف خمیده است، ناچ نداره، ولی یک بریدگی برای دوربین سلفی و حسگر عمق میدانی سه‌بعدی قرار داره که ظاهری کپسولی به خودش پیدا میکنه. اما یه نکته جالب در طراحی محل قرارگیری دوربین های پشتیه که به صورت دایره وار به دور برند لایکا دیده میشه. دوربین اصلی 50 مگاپیکسلیه و دوربین خیلی عریض 20 مگاپیکسل، یک لنز تله 12 مگاپیکسلی داره و حسگر عمق میدان سه‌بعدی. چیپست به کار رفته در این دستگاه از سری 9000 کایرین هست. سی پی یو بسیار قدرتمند 8 هسته‌ای داره که 3 هسته اون کورتکس A77 که روی 2.54 گیگاهرتز ثبت شده، 4 هسته A55 داره که با سرعت 2.4 گیگاهرتز 2.4 گیگاهرتز ثبت شده و 1 هسته A77 داره که روی سرعت 3.13 گیگاهرتز به تثبیت رسیده. جی پی یو این دستگاه مالی G78 مشخصه که دستگاه قدرتمندیه. چیپست این دستگاه هم 5 نانومتریه، پس میشه گفت بعد از آیفون 12 با چیپست 5 نانومتری A14 بایونیک، چیپست به کار رفته در این گوشی هم 5 نانومتریه. 8 گیگرم داره، 256 گیگ حافظه داخلی با سیستم ذخیره داده سریعه، سوپر سریعه، UFS 3.1. پشتیبانی از کارت حافظه جانبی نخواهد داشت. باتری اون 4400 میلی آمپر ساعته با پشتیبانی از شارژ سریع 65 واتی. واقعا میخوای ادامه بدی به کارت؟ بخش دیگه هوا گرم شده، این مگس سرحال شده. اتصالات بی سیم اون با آخرین نسل پشتیبانی میشه، وای فای 6، بلوتوس 52، شارژ وایلس رو پشتیبانی میکنه و قراره با رابط کاربری EMUI 11 و اندروید 10 عرضه بشه. قیمت دقیق این گوشی مشخص نیست، قطعا قیمت دلاری ثابتی خواهد داشت، ولی قیمت ریالی اون با بالا رفتن پایین اومدن دوباره بالا رفتن دلار قطعا قابل پیش بینی نخواهد بود. Thank you.
پیش درآمدی از سامسونگ گلکسی S21. بعد از معرفی آخرین پرچم داره سامسونگ، یعنی گلکسی نوت 20 ها، باید کم کم منتظر سری جدید گلکسی سری S بشید. عموماً گلکسی های سری S در فصل اول هر سال معرفی میشن و سری نوت ها در فصل سوم. اما امسال با چه گوشی روبرو خواهیم بود؟ طبق تصاویر منتشر شده از افشاگر وان لیکس، اولین نگاهی رو دارید به سامسونگ گلکسی S21، شاید هم گلکسی S3. نامش هنوز دقیقا مشخص نیست، اما طبق تجربه این رندرها به واقعیت خیلی نزدیک خواهند بود. بزرگترین تغییری که در طراحی این گوشی میبینید تغییر و جابجایی محل قرارگیری دوربین ها در پشت گوشیه که این بار از گوشه شروع میشه و مثل نسل قبل شامل 3 دوربینه. فرم اصلی گوشی طبق معمول از جنس فلز و محل قرارگیری اسپیکرها و درگاه USB-C در پایین گوشی قرار گرفته. نمایشگر در جلو 6.2 اینچ یک دوربین داره در وسط نمایشگر با بریدگی هول پانچ. قطر گوشی احتمالاً به 9 میلیمتر برسه. سری S21 به احتمال خیلی زیاد امسال در نسخه عادی، پرو و اولترا عرضه بشه. البته ممکنه نامهاش تغییر بکنه. یه افشاگر گفته که این گوشی به احتمال زیاد با سرعت شارژ 25 واتی عرضه خواهد شد که سرعت شارژ بسیار استانداردیه. اما خیلی جالبه بدونید که سامسونگ که برای خیلی از کمپانی ها نمایشگر میزنه، اخیراً به دنبال یک همکار برای تولید نمایشگر هاشه. به روز رسانی گوگل لنز با قابلیت های بسیار جدید. گوگل لنز یه اپلیکیشن گوگله که با استفاده از لنز دوربینتون به تشخیص اشیاء اطرافتون کمک میکنه و بیشتر برای خرید کردن شناخته میشد. البته قابلیت های جدیدش همچنان بر این پایه است، ولی کارهای جالب دیگه ای هم انجام میده. کار کردن با اون به این صورته که اون رو نصب میکنی در یه سری از گوشی ها به صورت پیش‌فرض داخل اپلیکیشن دوربینشون حضور داره. اون رو اجرا میکنید، رو به سمت یک سوژه میگیرید، فروشگاه های فروشنده اون کالا رو بهتون نشون میده. اما در آپدیت جدیدش اگر تصویری از یک سویشرت، یک کلاه، یک لباسی رو در صفحات اینترنتی، پینترست، اینستاگرام، فیسبوک و پیج ها میبینید، اسکرین شات میگیرید، عکستون رو در گوگل لنز آپلود میکنید و بهتون فروشگاه هایی که میتونید اون کالا رو پیدا کنی بهتون میده. اما نکته جالبتر اینه که برای اونهایی که عشق ماشین دارن و علاقه به خرید ماشین دارن، اگر مدل ماشینی رو در گوگل لنز سرچ بکنید، به صورت AR اون ماشین رو بهتون نشون میده. هر جای خونه که بخوای ماشین رو میتونید به نمایش در بیارید. نه تنها میتونید رنگ های مختلفش رو ببینید، بلکه میتونید به داخل داشبوردش هم سری بزنید و طراحی داخلش هم ببینید تو لنز دوربینتون به صورت آنی، به صورت واقعی اما افزوده. یه قابلیت جدید دیگه‌ای که بهش اضافه شده مربوط به دانش آموز ها میشه. یادم زمانی که مدرسه میرفتیم یه چیت بوک بزرگ داشتیم، حل مسائل یا یه چیزی همچین چیزی، یادم نمیاد عنوانش، اگه کسی یادشه بگه. یه کتاب قطوری بود، تمام درس ها رو جواب مسائلش رو مینوشت. مثلا ما از این به عنوان همراه بعد استفاده میکردیم، کلا از اون به عنوان راه استفاده میکردیم. در این آپدیت والدین با فعال کردن گزینه هوم ورک میتونن از تصاویر مسائل ریاضی، فیزیک و شیمی دروس فرزندانشون عکس بگیرن و گوگل سریع‌ترین و بهترین حالت ممکن اونها رو حل خواهد کرد. چقدر جذاب. به علاوه به بچه‌ها در تلفظ صحیح کلمات کمک میکنه. حالا فردا همه بچه‌ها آپدیت گوگل لنز، عکس. نکنین این کارا رو. ما رفتیم. شما نکنین. اینترنت 5G بر روی ماه. طبیعیه که وقتی میرید بیرون، تو خیابون دارین قدم میزنین، اصلا با سگتون دارید میرید قدم بزنین یا هر چیزی، گوشیتون رو در بیارین، اینترنت 4Gتون درست حسابی کار نکنه، شما کفری بشین. حالا یه چیزی میگم بدتر باشه، ناسا و نوکیا دارن با هم همکاری میکنن تا اینترنت 4G رو روی ماه ثبت کنن و به وجود بیارن. چرا؟ خب براتون توضیح بدم. ناسا، نمیدونم در جریان هستید یا نه، برنامه داره برای سال 2028 به صورت دائمی انسان بچپونه توی ماه و ما هم تصرف بکنیم و تخریبش بکنیم و از بینش ببریم. البته خدا رو شکر اونجا محیط زیستی نداره که بخواد از بین بره. یه محیط زیست بهمون دادن، قدرش رو ندونستیم، از بینش بردیم، داریم کوچ میکنیم به سمت ماه، جایی که نمیشه حتی بدون ماسک و لباس فضانوردی زندگی کرد.
خدمتتون عرض می‌کنم که شرکت کمپانی ناسا از جایزه 370 میلیون دلاری برای ده‌ها کمپانی قرار داده تا در مسیر تحقق یافتن این رویای بلند پروازانه این کمپانی آمریکایی رو کمک بکنن. ایده هایی که به دنبال اون هستند: تولید برق از راه دور هستش، انجماد سرمایی، روباتیک، فرود ایمنتر و 4G هست، به علاوه خیلی مسئله دیگه. ممکنه براتون سوال پیش بیاد یا بپرسین 4G چرا به دردشون میخوره؟ چرا سوالم اینطوری پرسیدم؟ خب 4G به این دردشون میخوره که عکس توییت کنن، عکسای ماهنوردشون، عکس از زمین بگیرن برای ما بفرستن. حالا اینه بحث فان و سرگرمیش داره. ناسا میگه که اینترنت 4G ارتباطی مطمئن‌تر و از لحاظ مسافتی طولانی‌تری رو میتونه فراهم بکنه نسبت به ارتباط استاندارد رادیویی. خب امکان این هم وجود داره که بعد از راه اندازی شبکه 4G اون رو بعدها به 5G ارتقا بدن. آزمایشگاه‌های مربوط به نوکیا 14.1 میلیون دلار برای این پروژه سرمایه‌گذاری کردن با همکاری کمپانی به نام Space Flight Engineering که قراره با همکاری کمپانی نوکیا شبکه 4G LTE رو روی سطح ماه فراهم بکنن. حالا جالبه بدونید این پروژه دستمایه شوخی یه سری افراد و اینترنت هم بوده. آقای جان اولیور شرکت AT&T رو مورد تمسخر قرار داده، گفته 4G احتمالاً روی ماه بهتر کار کنه به خاطر که اونجا ساختمان‌های بلند و درخت دیگه وجود نداره. اما خوبه که بدونین این شبکه در مقابل یه سری ناهنجاری‌هایی که روی سطح ماه وجود داره مقاومه. یکیش دمای بیش از حد، تشعشعات و خلأ فضایی، همچنین در حین فرود اومدن و برخاستن فضاپیماها هم کاربردی خواهد بود. نوکیا اعلام کرده که فضانوردها میتونن از این اینترنت برای تبادل داده، کنترل ماهنورد، ناوبری آنی در ماه، استفاده مثل از گوگل مپ و استریم کردن ویدیوهای با کیفیت استفاده کنن. تصور بکنید که شما میتونید از جنگولک بازی فضانوردها به صورت آنلاین با کیفیت با خبر بشین. خیلی جذابه. حالا در حالی که این فناوری بر روی کره زمین با استفاده از برج‌های بلند با نیروی برق پرقدرتی تامین میشه، ولی قراره که با تکنولوژی کوچکتر و ساده‌تری در ما استفاده بشه. واردات گوشی موبایل کاهش یافت. دبیر انجمن وارد کنندگان گوشی موبایل به تازگی خبر از کاهش 10% واردات موبایل نسبت به چند ماهه اخیر داشته. متاسفانه خبر از ایران که میخونی امکان نداره خبر خوب باشه. سعی میکنم کوتاهش بکنم. ایشون اشاره کردن که در ماه مرداد و شهریور نسبت به تیر ماه 10 برابر ما کاهش واردات داشتیم. علت این هم یکیش مثل همیشه عدم تخصیص ارز در مرحله دوم محدودیت سقفی برای واردات بوده. حالا جالبه بدونی تا پایان شهریور 1,200,000 دستگاه وارد شده که ثبتشون توی مرداد ماه بوده، اما با نزدیک شدن به فصل مدارس شروع مهر ماه تقاضای بازار 1,200,000 1,500,000 بوده که با همین نگاه و جنبندی ساده میشه فهمید که تقاضا بیشتر از عرضه بوده و این بسیار برای بازار خطرناکه. ایشون معتقدن که کرونا تعادل بازار بین عرضه و تقاضا رو از بین برده و توی 12 ماهه گذشته 15,380,000 دستگاه وارد شده که میزان مصرف 15,500,000 بوده و باز هم تقاضا بیش از عرضه بوده. بیشترین سهم فروش در بازار رو سامسونگ داره با 52%، 15% شیائومی و بعد از اون هواوی و نوکیا و اپل. پرفروشترین گوشی سامسونگ متاسفانه به دلیل افزایش قیمت‌ها و عدم توان خرید A10S بوده که امری طبیعیه کاملا و میشه گفت پایین رده ترین گوشی گلکسی سامسونگ، تازه مال 2020 هم نیست، مال 2019 تقریبا، و در بین برند اپل آیفون 11. نسخه گلوبال بتای پابجی موبایل لایت همکنون قابل دانلود. خدمتتون عرضم که آخرین ورژن بتا از این بازی با نسخه 0.19.4 چند روز پیش منتشر شده و یکی از وجه‌های بارزش اضافه شدن سبک پیلود که خیلی هم هیجان انگیزه. اگه آشنایی نداریم، پیلود همون سبک عادیه بازی کردنه ولی به صورت خرک. اسلحه ها قوی، تانک توشه، هواپیما توشه، البته تانک توش نیست، هواپیما توشه، راکت لانچر توشه، RPG توشه، خب نارد نکنده
اینا هستن خیلی خفنه. شما میتونید این نسخه رو دانلود بکنید، مود جدید رو قبل از عرضه جهانی به صورت رسمی امتحان بکنید. لینک دانلودش در بخش توضیحات قرار گرفته و حجمش 565 مگابایته که میتونید پیشتر از همه افراد در سراسر جهان اون رو تست بکنید. خبر امروز به پایان رسید. حامی خبر امروز کیه؟ شخص محترمی که داره این رو میبینه. با لایک کردنتون، با سابسکرایب کردن کانال، با کامنت گذاشتنتون و انتشار خبر امروز، آگاه کردن دوستاتون از این قسمت از برنامه‌های من و کانال من که میتونه ویدیوهایش براشون مفید باشه. خوشحالم از اینی که حامی بنده هستید، باعث افتخار بنده است. امیدوارم روز بسیار خوبی داشته باشید. فردا صبح رأس ساعت 9 میبینمتون. البته امروز هم باز هم با ویدیوی دیگه در خدمتتون خواهم بود. ارادتمند شما اهورا نیستیم.